تو هم که بی خبر میای این روزا. میخوای بگم یه اتاق اینجا بهت بدم؟ داوود تو پروژه جدید جا زده. ولی به فنا رفتن پرویز کلید خورده. قرار جیبمون خیلی پرشه. خبر خوش که خوشک و خالی نمیشه. لااقل یه نوخامه‌ای میگرفتی میآوردی گدا. دست خالی نیومدم. واسه قمارباز جماعت شیرینی واسه پیک میاره. رو کن کارتتو ببینم. به نظر ترکیب دوتا آدم باهوش با هم چه شکلی میشه؟ دورا داره. یا با هم میوازن یا با هم میپرن. حد وسط هم نداره. یه چیزو خوب فهمیدم. تو رو نباید دست بدم. واسه پیکو وردی که دستم ندی؟ دقیقا. رو نمی کنی که. زیر لفظی بدم؟ نه، رو کنم که خالم میسوزه. شریک 6 ماهه به درد نمیخوره. تا بیاش سود کنی رفته. نمیفهمم. منم باخشای تو رو بیل زدم. داری کارتا میکنی بریم اون برای بی سر و صدا. فقط از شانست مشکل اینه که گوشای منم خیلی تیزه. اصلا نمیدونم راجع چی داری حرف میزنی. پس هنوز هم میخوای زیر رو بکشی. الان برگه آست این بود؟ آست چیه؟ میخوای کل دست هم وسط رو کنم؟ رو نمی کنی که رو کن دیگه. چی داری؟ اون زمین هایی که تو پروژه فرامان داری میخری. همش مال تاجه. اسم خودش نیست. ولی ترش میرسه به اون. به خیال داری خیلی خوب سود میکنی. ولی بعد توری برات فن کرده. حرف مفت داری مثلی. دستم رو دوست نداشتی؟ اون پولایی که از شرکت آجمان داره میاد تو شرکتت اونا هم مال تاجه. پول کثیفه. قراره اینجا شستشه توسط یه آدمی به اسم منشی. خوب میشناسیش. آدم منه. منم آدم تاجم. 3 ماه بعد دنبال سوراخ موش میگشت که توش خواهی میشی. یه جوری کثیفت میکرد که بری تو دیگه نتونی بیای بیرون. فکر کردی زمین گیرش کردی؟ نکردی. برگشته. خیلی وقت برگشته. چپش هم پره. اون دفتر و اون دم و دستگاهی که اونجا دیدی اونا هم مال من نیست. مال تاجه. منو مأمور کرده بود که بزنم از زمین. همه کارشم کردم. اگه بهت نمیگفتم یه جوری غرق میشدی که هیچکی نتونه پیدات کنه. حالا چی؟ واسه پیکم به دلت نشست؟